دختر روزینا چمبالانی از اثر ابتلا به مرض ایدز وفات نمود و از وی دو طفل باقی مانده است. اکنون چمبالانی برای مراقبت نواسه هایش از پولی که از برنامه های دولتی کشور مالاوی به دست می آورد استفاده می کند. این برنامه مصارف نیازمندی های خانواده های مانند خانواده چمبالانی را فراهم می کند که از آن وسایل مکتب و دیگر ضروریات خود را تهیه می کند. این برنامه در زندگی من تغییر آورده است. من اگر پول نقد را دریافت نمی کردم ممکن از بدبختی و ناچاری می مردم و این اطفال بی سرپرست می شدند. مالاوی مانند سایر کشورهای افریقایی مواجه با ضربه شدید HIV/AIDS است. در افریقا اطفال یتیم که تعداد آنها به میلیون ها می رسد در حال مبارزه برای زنده ماندن هستند. اکثر فامیل ها متکی به کمک های خیریه می باشند. متخصصین ملل متحد پیشرفت های جدید را برای حمایت و تداوی مرض HIV/AIDS ستایش می کند. اما آنها در آخرین گزارش خود استدلال می کنند که اگر کشورهای کمک کننده سهم و برنامه های دراز مدت را کاهش می دهند، ادامه آن برای کشورهای ماننده مالاوی خیلی دشوار خواهد بود. وضعیت اقتصادی کنونی واضحاً این مشکل را آسان نمی سازد، بلکه تعهدات را کاهش می بخشد و این کاهش باعث ایجاد محدودیت ها در عرصه هایی خواهد شد که در جریان سال قبل روی آنها پیشرفت صورت گرفته است. در گزارش آمده است که اکنون نظر به سابق، زندگی بیشتر کسان نجات یافته است و در حال حاضر 8 کشور رو به انکشاف به خدمات صحی HIV/AIDS نیاز دارند. اما در تاریخ این برنامه ها این اولین بار است که کاهش یافته است. آسیا رسل فعال بیماری ایدز می گوید اکنون زمان انکار از رسیدگی و مساعدت به مریضان مبتلا به HIV/AIDS نیست. عکس العمل ضعیف از سوی اهدا کنندگان در زمان به حکم پیوندد که ما در مورد اینکه چگونه و به طور مؤثر به مریضان HIV در کشورهای فقیر رسیدگی شود بیشتر می دانیم. متخصصین می گویند صندوق وجهی جهانی برای مبارزه با ایدز حداقل با 20 میلیارد دلار برای حفظ برنامه های جاری نیاز دارد. ایالات متحده آمریکا بزرگترین اهدا کننده است که تا کنون بیش از 5.1 میلیارد دلار مساعدت نموده است. خدیجه الکوزی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.